سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و امیدوارم که سلامت و تندرست باشید ساروز شهادت آقا موسبن جعفر سلامت الله و سلام علیه رو یک بار دیگه به منظر شما و فرزند برومندشون آقا علی ابن رزا که ایران به حضور ایشون زیبا و مزین است و دختر گرانقدرشون که در جوارشون هستیم حضرت محسوم سلام الله علیها و به اون گریه کن و ازادار حقیقی یعنی حضرت حجت عجل الله تعالی فرج و شریف تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدواریم که از زندگی پر خیر و برکت حضرات الگو بگیریم و برای خودمون یک نقشه راه و فرابرد زیبایی رو تنظیم بکنیم در خدمت استاد دکتر سید زیاع شهیدی هستیم با بحث رشد فکری و مدیریت شخصی اجازه بدین سلام و عرض ارادت بکنم وارد گفته که گفت بشه خوال 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 ما جواز خواب خیلی خوش آمدین خدا به منظر شما هم تسلیت و تحضیت ارز بکنم هم تسلیت ارز و همچنین تسلیت ارز بکنم خدمت همه بینندگان گرامی و امیدوارم که انشالله خداوند تبارک و تعالی به برکت فرزند برومند آقا مسلم جفر آقا امام زمان انشالله این اعمال رو از هر چند ناچیز هست ولی از همه ما قبول کنم الهی ما در برنامه قبلی اگر بینندگانم مد نظرشون باشه پیرامون هدف و تعیین هدف و چرایی اون رو برای خودمون چند چند باشیم و این گونه بر باحث صحبت کردیم و بنا رو بر این گذاشتیم بعد از محاسبات روزانه یا شبانه که یک تمرینی رو ده ده. نیاز داره هدف خودمون رو هم مشخص بکنیم تا بتونیم خوب راه بیفتیم به قول من تو این مسیر حالا سوالی هست هم برای بنده و هم برای دوستانی که برامون ارسال کرده برال در مسیر رسیدن به هدف مثل یک رانندگی که سرا بالایی و سرازیری داره یک سری موانعی حضور داره این موانع رسیدن به هدف رو برای ما بگید زنده باشید جامو من یه مقدار تو همون بحثای قبلی در اصل اشاراتی داشتم الانم فقط به اندازه که وقت گرفته نشه چشمی اشاره مختصری میکنم ببینید مهم... از غذا امرو یکی دو سوال دیگه هم دارم بله در خدمت که خدا توفیق بده بشاره. مهمترین مانع رسیدن به هدف ما توی نمیدونم اون جلسات اولی که از بحثمون این بود که ترس باعث میشه ما اقدام نکنیم ام. وقتی اقدام نکردیم خب طبیعی به اهدافمون اونم نمیدونیم این یک مطلب یک مطلب گاهی اصلا تهیور و سردرگمی به وجود میاد یعنی من واقعا من نوعی میمونم که من چه کاری رو میخوام انجام بدم یعنی فرض بفرمایید که مثال میزنم یه نفر به میرسه میخوام انتخاب رشته تحصیلی کنم من مثال بزنم یه نفر به من میرسه میگه آقا شما مثلا خوبه به نظر من شما مثلا جامعه شناسی بخونی یه نفر دیگه میاد میگه آقا خوبه روان بخونی یکی دیگه میاد میگه آقا خوبه اقت... مثلا اقتصاد بخونی چه میدونم یکی میگه پزشکی یکی میگه مهندسی ببینید اینی که ما کلا اصرار داشتیم چون بالاخره انسان با توجه به اون آمادگی هایی که داره اون انایت هایی که خداوند بهش کرده مثال میزنم آقا یک اول یکی البته اگر کسی علاقه داشته باشه شما احتمالا اسم گزنفون رو شنیده باشید گزنفون در یونان یه کسی بود که تو صحبت کردن یکی از حروف رو مثلا فرض کنید ر رو نمیتونست تلفظ کنه مثال میزنم ایشون عاشق دختر خانومی میشه و به هر حال اون خانم بهش میگه که اگه منو دوست داری برو اونقدر خودت رو قوی کن که به هر حال مثلا چون عاشق سخنرانی هستی سخنران مثلا قابلی بشی الان صد و خورده ای از سخنرانی هایشون در موزه ها مونده عجب. که این آدم وقتی که میره به دنبالش با اینکه اون نقطه ضعف رو داشته میگن جالب اینه تمام این سخنرانی هایی که نوشته شده اون کلمه رو نداره یعنی انقدر تازه اینه که مونده حالا چی میخوام بگم یه وقت آدم اون علاقه ای که داره اگر عیب و ایرادی هم باشه اونو برطرف میکنه بله. ولی کلا اگر یکی مثلا میخواد آقا بره خ... موفقی باشه خب این باید یه داشته باشه دیگه و کلا چیزهایی از این قبیل پس بنابراین این که ما میگیم دقیقا انسان بدونه چی میخواد با توجه به چون رو قبلا گفتیم البته با توجه به اون امکاناتی که خدا بهش داده و در اختیارش قرار داده این نکته خیلی مهمیه مثلا فیلیپس مثلا در به اندازه یک کشور مثلا فقط مدال المپیک داره یه آدم تو چه قهرمان شناس مثلا میگم ایشون دستای خیلی بلندی داره و هیکل فلان چنین و چنانی خب علاقه هم داشته و رفته مثلا از این استعداد و این امکانات استفاده کرده بس زیاده هم. وارد نمیشم پس یکی این که انسان وقتی میخواد اقدام کنه که ما به مناسبتی عرض کردیم امیر المومن اگر از چیزی هم میترسی خودتو بنداز توش یعنی خودت رو قرار بده روبرو بشو ملید. مواجه بشو یکی دیگه بحثمون این بود که تحیر و سردرگمی نداشته باشیم آقا اهل مشورتی مشورت کن چه میدونم اهل مثل میزن استخاره بالاخره این که سر دوراهی ها سر سراهی ها من بمانم خیلی ضرر داره حتی جالبه روانشناسا میگن اگه شما یک راهی رو اشتباه بری ولی بری خیلی بهتره تا وایسی سر تهیور چرا چون اون راه اشتباه رو میبینیم اه، بست خب برمیگردی این هم یه نکته نکته بعدی یأس ها و ناامیدی ها بود که عرض کردیم اون چیزی که اصلا سلاح شیطان اینه دیگه خود شیطان گفت من اون چیزی که دیگه توش میمونم آخرین مرحله ناامیدیه ناامیدی افراده دست میزنم به نامی کردن افراد و به فرمایش قرآن از شیطان یعد الفقر حالا باز بحث بسیار مفصلی ولی ما انقدر بفهمیم که آقا اگر من توی یه قضیه اقدام کردم زحمت کشیدم مثلا و خواستم برم جلو و ناامید شدم بفهمم این ناامیدی از شیطانه یأس از شیطانه و نکته بعدی هم این اصطلاح انعطاف ای پذیری یا فلکسیبی به قول معروف حالا فلکسیبل بودن یعنی چی یعنی اینکه من نوعی میخوام آقا یه کاری رو انجام بدم سخت نگیرم که حتما من از اینجا میخوام برم تهران حتما حتما باید با ماشین شخصی برم آقا من میخوام برم تهران حالا ماشین شخصی یا ندارم یا خراب شده یا این یا خب با اتوبوس برم با مترو برم با قطار برم مثلا پس بنابراین یه مثال خیلی ساده است پس سخت گیر نباشیم روی اون به راه یه وقت ما هدفمون کاملا واضحه مشخصه و میخوایم بهش برسیم اگر روی جزئیاتش رو ما کردیم این خودش میشه یه مانع چرا چون که بخوایم تا اینو برطرف کنیم کلی وقتمون و عمرمون و اینا رفته و میبینیم اصلا کل هدف رو بوسیدیم گذاشتیم کنار من فکر کنم این چارتا رو حالا اگر به قول بپذیریم بقیهش درست بشه انشالله یک موضوعی رو که خیلی در هفته قبلی با هم به نتیجه رسیدیم و صحبت کردیم در حالت باش عشق و علاقه به یک کاری بله. چه بسا انسان مسیری رو میره وقتش رو هم تلف میکنه ولی کن بهش نمیرسه به چند دلیل یکیش اینه که عشق و علاقه این رو نداره حالا از کجا بفهمیم به چه کاری علاقه داریم جمع این من اگه خاطر فکر میکنم توی جلسات قبل یه اشاره داشتم ولی باز خیلی سریع به طوری که وقت گرفته نشه یکی از راه های علا... مثلا پیدا کردن علاقه اینه ما معمولا من این رو عرض میکنم خدمت دوستان چند تا برگه سفید عزیزان تهیه کنن و بنویسند اون چیزهایی رو که به ذهنشون میاد علاقه بش دارن این رو بینن... بردارم, بله بله. بردارم بله بله چون ببینید الان شما به هر کسی که بگید به چی علاقه داری معمولا بله یه افرادی هن. افراد کمیان دقیق میدونن تو زندگی چی میخوان آقایی مثلا یکی اسپیلگر، یه آقای از بچگی حالا نوجوانی میگفت آقا من میخوام کارگردان بشم و یکی از کارگردانای موفق فوق العاده هالیووده مثال مم. عرض میکنم پس ببینید یکی از اول یکی نه واقعا میبینه هم اینو میخواد هم اونو میخواد هم به این علاقه داره هم اونو دوست داره هم... این مشکل داره خب اینی که مشکل داره یکی از راهاش اینه بشینه و بنویسه آقا مثال میزنم من به ده چیز علاقه دارم یا بین ده چیز در شک هستم ده تا اون ده موضوع رو پنج تا هر چند تا بنویسم وقتی نوشتم یه برگه بعدی بیارم اینا رو ببینم وجدانن کدوم یکیش اهمتر کدوم یکیش مهمتره کدوم یکی تو دل دیگری جا میگیره مثلا من مثال عرض میکنم فرض کنید که من میخوام ورزشکار بشم آیا من اون ورزشه رو دوست دارم یا یه چیز دیگه لینک شده با اون ورزشه من نمیدونم مثال زدم یا نه ما یه استاد داشتیم خدای حفظش کنه خب الان هم خارج از کشور ایشون مدت ها در فرانسه الان هم خب فرانسه است زندگی میکرد میگفت یک بار یک خلاصه خانم جوانی اومد و به من گفت که من میخوام قهرمان تنیس بشم میگه نس... نشستیم با هم بررسی کردیم بهش گفتم ببین قهرمان تنیسی باید مثلا از چهار سالگی شروع کنه این مراحل رو باید باشی شما دیگه الان سنت نمیگم موفق نمیشه من 18 ساعت مثلا باید ده سال, ده و 10 سال 12 سال کار کنید مثلا, چند برابر آیا برسی این است ایشون میگفت من از طریق هیپنوتیزم متوجه شدم که نه ای... این خانم به ورزش علاقه نداره به تنیس علاقه نداره این خانم چون که فلان قهرمان تنیس که تو یه خانمه فلان نوع داره. ماشین رو داره یه ماشین مثلا مدل فلان چروکی قیمت بالای مدل چنین و چنان این اون ماشینه رو میخواد ایشون میگه من فکر میکنه اگر اره، اون اون این نزیم. لینک شده تو ذهنش و البته از راههایی هست هم علم ان هم از هیپنوتیزم خب این راهها رو میشه باز کرد و بهش رسید و ایشون میگفت وقتی که من به این رسیدم شروع کردم به محاسبه دو تا چهار تا پدرش ایشون میگفت که پدرش مثلا توی خیابون خیلی مهم فرانسه که خیلی معروفه به نام شانزلیزه مغازه‌ای داشت و مثلا غذای فست فود و اینها پدرش به این میگفت مثلا بیا کمک من من به تو پول میدم ولی این میگفت نه من میخوام برم قهرمان تنیس بشم وقت بذارم ایشون میگفت من بهش ثابت کردم تو اگر هم موفق بشی بعد 12 سال وقت بذاری که قهرمان تنیس بشی ولی اگر بری پهلوی پدرت کار کنی مثلا میتوانی ساله به ماشینه برسی و جالب اینه که تو دو سال رسی چرا چون خواب خوب کار میکرد و پدرش هم وقتی فهمید مثلا این اینطوری خب پدرش دیگه نشون بهش و الاخر. حالا چی میخوام بگم پس گاهی اون چیزها علاقی که ما داریم تو دل چیزهای دیگه پنهانه ما وقتی که این کار رو بکنیم یعنی بیایم هی بررسی کنیم و هی روش تمرکز کنیم میتونیم به یه جایی برسیم مثلا میگم اگر پنج موضوع بوده ده موضوع بوده هرچی هی بیایم دوباره توی یه صفحه بعدی اهم و مهم از یک دو سه بنویسیم به یک جایی میرسیم که دیگه میبینیم این یکه واقعا یکه یعنی دیگه این برامون مهمه ولاغه این یک راه یک راه دیگه اینجا موسوی ما واقعا ببینیم برای چه کاری حالا اگه کاری هست اگه تحصیل چه کاری اون عشق سوزانی رو داریم که حاضرین براش مدتها کار مجانی بکنیم مثلا بریم مجانی کار کنیم تا یاد بگیریم هم. به عنوان مثال اینم باز مثال بسیار فراوان ولی متاسفانه وقت اجازه نمیده من بهش بپردازم پس اینم یک علامت یک علامت دیگه حالا اینم جالبه باز خاطره خاطره یک مدیر امریکایی رو میخوندم که رفته بوده بازدیدی داشته از ژاپن میگه وارد یک خیابه. یک روز صبح که مثلا میخواستم برم اون جایی که برسم دیدم یک جوانی داره اتومبیلش رو برق میندازه و تمیز میکنه و خب طبیعی هم از حالا قبل از اینکه سوار ماشینش بشه داره مراقبت میکنه خیلی ماشین رو خیلی وقت گذاشت روش مثلا حالا اگه 5 دقیقه بعد وقت گذاشت 10 دقیقه وقت گذاشت میگه خیلی برای من جالب بود و خب میگه من منتظر اتوبوس بودم که سوار بشم حالا شاید بعضی ها تعجب بکنن شما میفرمود خیلی وقت گذاشت ده دقیقه <applause> برای همین برای آدم موفق پنج دقیقه خیلی تایمه چه وقتی سخنرانی آدم موفق تو هفت دقیقه است شما این پنج دقیقه یعنی <تصفيق> چقدر, چقدر. <تصفيق> و جالب اینه حالا چون فرمودید جا موسوی جالب اینه که مدیر مثلا پروازهای ژاپن برای نمیدونم 20 صدام ثانیه 20 ثانیه یه چیز اصلا عجیب غریب هم استعفا داد و هم کلی از مردم ژاپن معذرت هایی که الله. اونجا وقت ارزش داشت به هر حال من مثال زدم یعنی یه وقتی گذاشت که میگه من دیدم غیر معمول نیست آره میگه من منتظر اتوبوس بودم اتوبوس که اومد منم سوار اتوبوس شدم گفتم این جوونم رها کرد ماشین اومد سوار اتوبوس میگه برام جالب شد بهش گفتم که ببخشید شما این ماشین شما نبود تمیزش می‌کردی گفت نه گفتم پس چرا اینقدر وقت گذاشتی تمیزش کردی گفت من توی ما... کارخونه ای که این برند ماشین رو زده تو ژاپن دیگه معروفه برنداش معلومه حالا ما بالاخره بگیم میگن تبلیغات اون کارخونه ای که من کار میکنم برام مهمه که این ماشینی که توسط کارخونه ما زده شده بدرخشه شما ببینید به این میگن عشق به این میگن علاقه یعنی من حتی تو اون کارخونه ای که کار میکنم محصولی رو که مال من نیست ولی انقدر این برند این اسم برای من مهمه که حاضرم وقت بذارم و این گونه تقریبا این دیگه رفته تو مرز عرق، دیگه عشق بالاتر رفت خب یک سوال دیگری هم بپرسم خیلی برای من جذاب بود که پیرندگان ما هم دوست دارند که علم جدید رو با بحث روایات با هم داشته باشه ما حرف از افراد موفق زدیم و چند تا فاکتور براش آوردیم مثلا چند فاکتور افراد موفق که در روایات ما هم آمده شهر بودی بله واقعا زیباس اولین حالا به نظرم میاد اول از پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه شروع کنیم که پیغمبر اصلا شما ببینید قرآن میفرماید انک علی خلق عظیم انسان های موفق انسانهایی که اخلاق خوبی دارن اخلاق های به قول معروف نمونه ای دارن و چقدر ما روایات داریم در این زمینه که خوش اخلاقی چقدر تأثیر گذاره حتی روزی رو زیاد, زیاد میکنه برای. یا اول البر البشر بش یعنی به اصطلاح چهره بودن بودن و, و لبخند زدن و الی خب شما میبینید پیامبر تبارک و تعالی پیامبر اعظم ارزم موضوع حضورتون که خداوند تبارک و تعالی میفرماید انک لعلی خلق عظیم آخه خیلی جالبه حالا بینندگان شاید این مطلب رو شنیده باشن ولی جالبه جا مصلی طرف اومد خدمت امیرالمومنین گفت که یا امیرالمومنین اخلاق پیغمبر رو برای من بگو امیرالمومنین فرمود که تو نعمت‌های خدا رو برای من بشمار یه خورده فکر کرد گفت یا امیرالمؤمنین خداوند میفرماید و ان دو نعمت الله لا, لا تحصوا نمیتونید نعمتهای خدا رو بشم نه چجوری برای جان نعمت خدا رو امیر امیرالمؤمنین فرمود اما در عین حال خداوند در قرآن میفرماید ان متاع الدنیا یا متاع الدنیا قلیل <laughs> تمام اینا که نمیتونی بشمارید واسه قلیله ولی به پیغمبرش که میرسه خدا میگه انک لعلا خلق عظیم واقعا حالا یه خودش چقدر بحث داره که از نظر جامعه شناسی از نظر تاریخی دیگه به هر حال کم و بیش عزیزان میدونن که پیغمبر با چه اخلاقی با چه صبری با چه بعضی بالاخره اون مردم که تا امروز واقعا این عبارت نمیدونم بادم به کار نه تا امروز واقعا اونایی که موفق شدن و خدا نصیبشون کرده حج مشرف شدن دیدن آقا چه ملتی و اونایی هم که خدا قسمتش نکره امیدوارم به حق مصطفی جعفر سلام الله علیه خدا قسمتشون کنه برن ببینن آقا ببینن پیغمبر 1400 سال قبل با چه قومی رو به رو بوده و چگونه موفق شده با اخلاق حالا پس روایات ما اینو میگه علمم اینو میگه امروزی ها اینو میگن میگن آقا اگه میخوای موفق باشی باید خوش اخلاق باشی چون اخلاق است که جذب میکند <applause> روایت میگه لو و علی علی شیئن زانه اگر لین نرم بودن رو بر یک چیزی شما قرار بدید زینت میده به اون خب انسانی که لینه انسانی که خوش اخلاق جذب میکنه حالا برعکس پناه بر خدا من بچه بودم یادم حالا شاید شما دیده باشید بعضی از این عزیزانی که آقا نمیدونم مسئول حالا نمیدونم چی بگم آقا مسجد مثلا بود آقا با بچه ها بد اخلاقی قیافش برج زهره مار میدیدیش باید صدقه بدی کفاره بدی خب چرا بابا پیغمبر اسلام اونگونه جذب میکرد تو اینگونه ترد میکنی چرا حالا به هر حال پس بنابراین این یکی از دلایل موفقیت افراد موفق قطعا اخلاقه سلامت. که قرآن هم بهش اشاره میکنه یک مطلب دیگه که حالا جالبه باز اینم بحث بسیار مفصلیه ولی امیر سلام الله علیه وقتی که ضربت ابن ملجم رو خدا لعنتش کنه اله. به فرد مبارکشون اومد و حالا با اون جریان ها خب یه وسایایی دارن دیگه یکی از وسیعت های امیلون اون رو میرین چیه الله الله فی نظم امر نظم امر یعنی آدم منظم باشه انضباط داشته باشه خب شما میبینید مثلا در زندگی آقای لوی پاسور مثال هر نوشتن که بعضی از افراد حتی ساعتشون رو با ورود و خروج لویپاستار تنظیم میکنن. یعنی آدم اینقدر منظم. و افراد بزرگی بودن در زندگی اسلامی هم واقعا عجیب بودن به لحاظ نظم و اینا. ولی پس بنابراین اینو میخوام بگم که یکی از مسائل دیگه هم بحث نظم هست. این که نظم داشته باشیم و ارزم ازتون چقدر وقت چند تا دیگه میتونیم بگیم اگر که فاکتوری فقط <تصفيق> <تصفيق> یکی از موارد دیگه واقع مطلب اینه که امن العهد کان انه مسئولا تعهد به قول است یعنی انسان وقتی اگر واقعا عهدی داد تعهدی داد به تعهدش ببینید متاسفانه جور مثلا من میگم و بحثمو تمام میکنم متاسفانه متاسفانه چون که آقا میرن به مناسبتی میگن که بابا یه جوری نباشه که دیگران سبقت بگیرن در عمل به دستورات دین خب واقعا ما داریم میبینیم شما ببینید وقتی که مثال شما یه جنس خارجی میخری حالا من اسم نمیارم مثلا فرض کنید یه جنس حالا نمیدونم <تصفح> بگم حالا مثلا آلمانی جاپنی هرچی چی میخری میبینی اولا که خود جنس چقدر عالی زیبا ظاهره سالهای سال کار میکنه اگر ایرادی هم داشته باشه چقدر انواع و اقسام گارانتی ها نمیدونم زمانت ها و ب... خب بابا از اون طرف میای یه جنس مثلا وطنی میخری البته همه وطنی ها اینطور نیستن ولی متأسفانه اکثرا اینطورین یعنی به تعهدی قائل نیستند یا به اصطلاح به تعهدشون عمل نمی تعهد دادی آقا گارانتی بدی خود چرا گارانتی نمیدی تعهد دادی خدمات پس از فروش بدی چرا این کارو نمی کنی؟ و قص من خودم شخصا خیلی دل پری دارم از این قضایی ولی خب فاکتور میگیرم بسیار خیلی ممنون متشکرم اومدن خدمت بزرگی گفتن که ما رو نصیحت کن گفتن اون نصیحت های قبلی رو انجام بدهید نیازی به نصیحت جدید نداره حالا تو اینکه حضرت آقای شهیدی سه مورد از این تقابل حالا آدم های موفق رو در روایت گفتن من به ذهن اومدم مم. که حالا این ستا رو ما به کار ببندیم بحث نظم و خدمت شما که تعهد و خدمت شما موضوع اول بحث اخلاق بود که واقعا نیاز جامعه امروز ما هست درسته همه در... درگیر مسائل و مشکلات هستیم ولی قرار نیست خلق تنگمون رو سر دیگری خالی بکنیم سعی بکنیم اقلا با اونها به خوبی رفتار بکنیم اینا رو اگر به کار ببندیم خیلی جلو میفتیم مخصوصا نسب چیزی که حالا شاید توی جامعه دینی ما قدری جز حلقه های گم شده باشه ممنونم یک فاصله تقدیم شما بکنیم جناب آقای شهید رو بدرقه میکنم برمیگردم دقایق شیرین عبادت خدا رو شکر و ممنون خدا هستیم که به ما اجازه میده این چنین برای مسیر اهل بیت خدماتی داشته باشیم و در نشر معارف این خانواده تلاش بکنیم امیدوارم که این کوشش ما مورد رضایت خود حضرات و شما عزیزان پذیرفته شد من اجازه بدید یک روایت رو برای شما از وجود نازنین آقا موسی بن جعفر قرائت بکنم و انشالله دعاتون کنم و شما هم ما رو در این دقایق زیبا دعاگو باشید فرمود هر کس فقط برای خدا نه چیز دیگر به دیدن برادر مؤمنش رود تا به پاداش و وعده های الهی برسد خداوند متعال از وقت خروجش از منزل تا برگشتن او هفتاد هزار فرشته بر او گمارد که همه ندایش کنند هان پاک و خوش باش و بهشت برایت پاکیزه بادا که در آن تو در آرامش جای گرفته با توجه به اینکه حالا کم کم فصل دید و بازدید ها هم آغاز میشه و یک سری موارد و پروتکل ها رو هم باید در نظر بگیریم اما حرکات ما همین دید و بازدیدهای معمولی نوروزانه و ایدانه میبایستی با مبنای رضایت خداوند متعال باشه اون وقت هم شما سلی رحم به جا آوردید و هم الله ثواب مضاعف و بهشتی که در کلام این امام صادق به وجود آمده برای شما رقم میخوره ممنونم از اینکه چشم به برنامه ما میدوزید دقایق شیرین عبادت است دستها رو به آسمان بلند میکنیم و برای فرج آجانمون از خدا خواستار و خواهان خواهیم بود التماس دعا دارم ما رو از این لحظات خوشتون بی نصیب نگذاریم بریم از آن برمیگردیم باز دوباره با بخش دیگر از برنامه بربال ملک خدمتگذار شما خواهیم